هشتمین روز تیر ماه برابر با 29 ژوئن سال 1279 خورشیدی برابر با 1900 میلادی، تشکیل بنیاد نوبل جهت نحوه تقسیم و اعطای جایزه نوبل. آلفرد نوبل، شیمیدان و مخترع سوئدی که علاوه بر فراگیری رشته‌های زبان و شیمی توانست گواهینامه‌هایی در زبان سوئدی، روسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی دریافت نماید، پس از سفری به کشورهای اروپایی و آزمایش‌های مکرر موفق شد تا دینامیت را به عنوان مهیب‌ترین مواد منفجر اختراع نماید. این ماده انفجاری که گرچه انقلاب بزرگی در امر کشف معادن، راهسازی و حفر تونل به وجود آورد، ولی علارغم میل نوبل در راه تهیه سلاح‌های جنگی و کشتار و تخریب نیز به کار گرفته شد. آلفرد نوبل علاوه بر آن در زمینه‌های گوناگون موفق به ثبت 355 امتیاز نام از اختراعات و ابتکارات خود شد و با بهره برداری سریع از این اختراعات به ایجاد 90 کارخانه و شرکت در 20 کشور جهان دست زد. کسب درآمدهای فراوان و گسترش سرمایه نوبل از یک طرف و بهره برداری از اختراع اصلی وی دینامیت در جنگ و خونریزی باعث شد تا وی در وصیت‌نامه‌اش سود ناشی از سرمایه‌گذاری دارایی‌هایش را به افراد و دانشمندان رشته‌های فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح اختصاص دهد. این وصیت‌نامه پس از مرگ وی باز شد و پس از حل اختلافات وراس و کشورهای محل سرمایه‌گذاری نوبل، پادشاه سوئد تأسیس بنیاد نوبل را اعلام نمود و در نهایت جایزه نوبل که مبلغ آن 1,000,000 دلار است به فیزیکدانان، شیمیدانان، پزشکان، نویسندگان برجسته و ادیبان و منادیان صلح در سراسر جهان اهدا شد و از کارهای علمی، ادبی و انسان دوستانه آنان بدین وسیله تقدیر به عمل آمده است. سال 1292 خورشیدی برابر با 1913 میلادی، آغاز جنگ دوم بالکان بین کشورهای اروپایی. چون در جنگ اول بالکان بلغارستان، صربستان، یونان و مونتنگرو که جزو قلمرو عثمانی بودند و علیه این امپراتوری شورش کردند و به علت ضعف عثمانی ها موفق به کسب استقلال شدند و حدود 80% متصرفات عثمانی در اروپا را از کنترل این امپراتوری خارج کردند، نتوانستند در مورد تقسیم سرزمین‌های به دست آمده به توافق برسند، پس جنگ دوم بالکان را آغاز کردند. در این جنگ بلغارستان با مجموعه کشورهای صربستان، یونان، مونتنگرو، رومانی و عثمانی وارد جنگ شد و چون خود را تنها دید پیشنهاد صلح داد. جنگ های بالکان در واقع زمین ساز جنگ جهانی اول شد. سال 1360 خورشیدی برابر با 1984 میلادی، کشته شدن محمد کچویی از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی و اولین رئیس زندان اوین پس از انقلاب اسلامی که توسط سازمان مجاهدین خلق ترور شد. جمهوری اسلامی برای تجلیل از او که مرتکب قتل‌های بیشماری شده بود، زندانی در کرج را به نام او نامگذاری کرد و به دلیل نقش وی در توابسازی زندانیان سیاسی از او به عنوان پدر توابین یاد می‌کنند.